همراه هستیم با محمد اولیای فرد، وکیل پایه یک دادگستری، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو. های اولیای فرد، به نظر شما چه ایرادات حقوقی داشته پرونده آقای اسیوت و رسیدگی و محاکمه او؟ ببینید، متهم با هر اتهامی، اینکه چه جرمی رو انجام داده باشه یا اینکه انجام نداده باشه، یه سری حقوق در قانون داره. یعنی چی؟ یعنی بازداشت متهم باید قانونی باشه، بازجوییش قانونی باشه، تحت فشار نباشه، در دادسرا وکیل داشته باشه، تفهیم اتهام بشه، در دادگاه هم باید دادرسی عادلانه در موردش اجرا بشه. خب این موارد رو ما در پرونده آقای حبیب اسیوت ندیدیم، یعنی ندیدیم که این موارد در واقع رعایت بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون در واقع بازداشت قانونی نشد، بلکه دزدیده شد، روبوده شد در مرز ترکیه توسط باندهای قاچاق دارو، با نقشه قبلی در واقع روبوده شد و به ایران اومد. پس بازداشتش بازداشت قانونی نبود و در مرحله بازجویی تحت فشار بود، تحت شکنجه بود، به صورتی که اعتراف اجباری کرد و این اعتراف اجباریش هم بیانگر این بود که تحت فشار و شکنجه بود در دوره بازجویی. در دادسرا وکیل نداشت، وکیلش در واقع وکیل مورد وثوق قوه قضاییه بود. در دادگاه هم در واقع دادرسی عادلانه در موردش انجام نشد. یعنی چی؟ یعنی قاضیش بی‌طرف نبود، قاضیش طرف حکومت رو داشت و همچنین وکیلش طرف حکومت رو داشت، در حدی که آقای تقدسی وکیل ایشون گفت ما به دنبال تبرئه ایشون نیستیم. خب این حرف برای یک وکیل در واقع درست نیست، برای مورد موکلش اعلام بکنه از پیش. و اینکه هیئت منصفه‌ای وجود نداشت و دادگاه علنی هم به شکل واقعی وجود نداشت، چون طبق قانون اساسی دادگاه در واقع دادگاه فعالین سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشه، که چنین چیزی در مورد آقای اسیوت نبود. بنابراین میتونیم بگیم روند بازداشت، بازجویی و دادرسی و اجرای حکم ایشون یک روند کاملا غیرقانونی بوده. آقای اولیای فرد، همونطور که اشاره کردید روند بازداشت و رسیدگی و محاکمه ایشون غیرقانونی بوده، یک بخشش حتی در خارج از ایران اتفاق افتاده که میتونه به اصطلاح قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشته باشه. چرا مجامع بین المللی هیچ واکنش جدی نسبت به اتفاقاتی از این دست نمی کنند که بارها هم در جمهوری اسلامی تکرار شده؟ ببینید، واکنشی که اونها میتونن بکنن در سطحیه که بتونن در واقع هم واکنش اعتراضی داشته باشن، هم روابطشون رو حفظ بکنن و هم منافعشون رو. یک بحث دو تابعیتی ها این هستش که طبق قانون ایران در واقع ایران تابعیت مضاعف رو قبول نداره، بنابراین ایران ادعا میکنه شخصی که مثلا من زندانی کردم در واقع ایرانیه و ما تابعیت دیگه ای رو قبول نداریم. از طرف دیگه کشور خارجی تنها کاری که میتونن بکنن، و الان اتفاقا در مورد آقای شارمت آلمان سختگیری که انجام داده، این هستش که دو تا دیپلمات های ایرانی رو اخراج کرده که ایران هم در مقابل اخراج کرده. بنابراین سوئد که در واقع آقای اسیوت شهروندیشو داره، یکی از مواردی که میتونه انجام بده اینه که کاهش سطح دیپلماتیکش و رابطش رو کاهش بده، یا دیپلمات‌های ایرانی رو اخطار به تهدید به اخراج بکنه یا اصلا اخراج بکنه. اما موضوع هستش که بیش از این اندازه نمیتونن کشورهای اروپایی جلو برن، و با توجه به اون که خب ایران یک تابعیت رو قبول داره. اما من یک چیزی به شما بگم و اونم این هستش که اعدام محکومین خاص، یعنی اعدام فعالین سیاسی که به حال مشهور هستن، نامونشانی دارن و یا دو تابعیتی هستن، اعدامشون اعدامای اتفاقی نی، یعنی تاریخ اعدامشون اتفاقی نی. یعنی این اعدام ها باید چند چیزو در بر میگیره، چند تا مورد در بر میگیره، یا بحث ارعاب داره، یا بحث اخطار داره، و یا در واقع بحث انتقام داره، و یا توافق و چیزهای دیگه. بنابراین در روزهای آینده ما باید ببینیم که جمهوری اسلامی چرا در چنین زمانی حبیب اسیوت رو اعدام کرده. آیا از طرف گروهی که ادعا میکنن رهبریشونشون داده اون حرکت و نزار، آیا تحرکاتی دیده، یا اینکه خواسته پاسخ سوئد رو بده به خاطر همراهی سوئد با در واقع جنبش زن زندگی آزادی، و یا توافقاتی که در سطح بین المللی امکان داره روی موضوع کرده باشیم؟